سلام، من تعدادم. اگه دارید ما رو گوش میکنید، این یه اپیزود از فرمولی که فارسیه. اگه دارید میبینید، کانال یوتیوب فارسی مونه که در مورد ماشین و خودرو و موتور و من مخصوصا فرمول یک صحبت میکنیم. این ویدیو مخصوص معرفی فرمول یکه که اصلا ببینید فرمول یک داستانش چیه، برای چی به وجود اومده. این یه مش دیوونه که دوره هم دیگه میچرخن داخل یه دونه پیس بار استری ماشین با 100 کیلومتر ساعت، از کجا اومده و برای چی. خب بریم در مورد بیسیک داستان و دلیل به وجود اومدن مسابقه صحبت کنیم. خب بیاین صحبت بکنیم که فرمول یک چرا قدر محبوبه و چرا میلیون ها دلار توش پول خرج میشه. تو این ویدیو در مورد جزئیات و مسائل فنی صحبت نمی کنیم، جزئیات رو ما داخل ویدیوهای یوتیوبمون هست، اونجا میتونید ببینید. به جزئیات و به سطح دقیق می اونجا صحبت میکنیم. اینجا بیشتر یه چیز کلیه که ببینیم که اصلا این داستانش چیه، برای چی اسمش میگم ورزش و برای چی میلیون ها دلار توش پول خرج میشه. خب قبل از اینکه وارد فرمول یک بشیم و داستان فرمول یک چیز با نمک بهتون بگم، همینجوری بحث خودمونی که همیشه داخل پادکست داریم، من همیشه پادکست رو داخل اتاق کار پول میکنم معمولا. امروز اومدم اینجا از قصد که شما پشت سرم ببینید. الان موقعی که دارم ضبط میکنم جدی دما منفی 20 درجه است و حس دما، یعنی وقتی میدون دمایی که حس میکنید منفی 30 درجه سانتیگراده، یعنی اگه آب جوش بریزید رو زمین به زمین نرسته یخ میبنده و انقدر سرده که از دریاچه از هوا گرمتره آبش و از روی دریاچه بخار بلند میشه، انگار مثلا میری مثلا هات تاپ اونجا میشستی اینا. به حال چند ویدیو میزنم، بچه دارن ویدیو رو میبینن، این دنگ دارم این صحبت ها رو میکنم ببینن با نمک کلن. خب بریم در مورد صحبت هستیم صحبت. خب این فرمول یک چیه که ملت سر کله واسش میشکنن، ماشینا با 120 کیلومتر در ساعت بیشتر توی شهر و پیست و جاهای مختلف با هم مسابقه میدن و هر سال هم چند تا شهر دارن رقابت میکنن که به این مسابقات اضافه بشن و انقدر برای سر دست میشکنن. خب شاید به زرس قاطع بشه گفت که این تنها ورزشیه که توش تکنولوژی و مهندسی انقدر در واقع تنیده است تو کل داستان. خب تو همه مسابقات ورزشی خب ما چیز داریم، ما به هر حال تکنولوژی مطرحه، مسئله تغذیه، علم به هر حال در ورزش در حال حاضر تنیده است، ولی این یکی در واقع ترکیبی از ماشین و انسانه، یک هارمونیه بین یک ورزشکار حرفه‌ای که تمام اون فاکتورهای ورزشکار حرفه‌ای باید داشته باشه، برخلاف اینکه بعضی فکر می‌کنن ماشین رانندن فقط میشینن داخل ماشین، و در کنار شما یک ماشینی می‌خواید، یک تکنولوژی می‌خواید که بتونه برنده باشه و این چیز ساده نیست. امروز می‌خوام در مورد این صحبت کنم. این تکنولوژی خیلی شبیه تکنولوژی فضایی، خیلی شبیه موشک، یعنی ماشینایی که روی این ماشین‌ها ماشینایی هستند که مثل موشک‌هایی که روی زمین حرکت می‌کنند و برخلاف موشکی که میره فضا که حالا یک مسیر صافی و میره بالا و مشکل نداره، اینا باید بتونن تغییر مسیر بدن، سرعتشون سریع کاهش بدن، سریع افزایش بدن، هزار و یک مسئله کوچیک خیلی پیچیده است و به خاطر همین این رو تبدیل می‌کنه به ورزش نردها. Okay, fasten your seatbelt. Click. Now, are there airbags? You don't need airbags. What does a simulated van rear ends mean? I'll hit you in the face with a pillow. نرد شلدن نه، به حال شلدن هم هست، ولی نردهای دیگه هم هستن، فقط اون استریوتایپ، اون
چیزی که تصویری که از یک آدم نرد ریاضی و فیزیک خون دارید فقط نیست، آدم های خیلی متفاوتی داخل این ورزش هستن. توی هر تیم تقریبا 100 تا مهندس دارن کار میکنن که یک ماشین بره، دو تا ماشین از هر تیم در واقع بره داخل مسابقه و مسابقه بوده بیاد بیرون. خب حالا من یه چیزی میخوام بهتون نشون بدم، ببینید چی کار میکنید با من. من رفتم تو آمازون گشتم، این رو پیدا کردم که با این خودروی مدل یه سه چیزا بهتون نشون بدم. ماشین فرمول 1 43 برابر بزرگتر از اینه. از قصد رفتم اینو پیدا کردم که نه فراری باشه نه ردبول باشه، مرسدس هست، ولی مرسدس کیه؟ مرسدس نیکو روزبرگ که با همیلتون بد بودن با هم دعواشون شد، که دیگه نگید من با تیمیم و طرفدار تیمیم اینجا حرفا. خیلی عادل فردوسی بود پار گفتم چرا؟ آره من اینجا بی طرفم و طرف کسی نیستم. خب حالا اینو بازش بکنیم یه ذره از جلو ببینیم چی داریم. این ماشین مال سال بد نمیشته باشه یه جاییش یادم نمیاد روزبرگ کی قهرمان شد، مال همون ساله و حالا مهم نیست، مال سالی که روزبرگ قهرمان شد در واقع مدلی از خودرویی که قهرمان جهان شده. اول تصویر رو ببینید، میبینید که این دقیقا یه موشک نصفه است که سعی میکنه که تا جایی که میشه هوا رو از اینجا انتقال بده و خود رو پایین نگه داره و به سطح زمین بچسبونه. خب این پشت هم شما بالهایی دارید که کارشون اینه که شما رو به سطح زمین بچسبونه. این یک قابلیتی داره که بهش میگن DRS. چه بعضی هم مسابقات میبینید که بازو بسته میشه، بعدا در مورد این یه ویدیو میذاریم در موردش صحبت میکنیم. ولی در کل یادتون باشه که این ماشین، یه ویدیو در موردش توپر کردیم و توضیح دادیم، موتورش فقط 1600 سیسی حجمشه، یعنی در حد یک خودروی 206 ولی میتونه تا 3000 اسب بخار قدرت تولید کنه و این خودرو رو به سرعت 320 کیلومتر در ساعت برسونه. شما با یه خودروی هایبرید طرفید مثل تویوتا پریوس، right؟ یه خودرویی که هم موتور بنزینی داره هم موتور برقی داره. از نکات جالب دیگه ای که این ماشین وجود داره و خیلی مهمه اینه که برای هر مسابقه مجبورن با توجه به دمای پیست، با توجه به رطوبت پیست، با توجه به بارون بودن یا بارون نبودن پیست، شیب پیست، ارتفاع پیست، حتی مثلا توی جایی مثل برزیل بخاطر اینکه ارتفاع مکزیک بخاطر اینکه ارتفاع خیلی زیاده، حجم هوا در واقع چگالی هوا کمه و اصلا کل ترکیب این ماشین از نظر آیدونیک به هم می‌ریزه. مجبورم برای هر مسابقه تک به تک هر بار این ماشین رو آپگرید بکنم، یه سری تنظیماتش رو عوض بکنم که بتونه برای اون مسابقه ماشین قابل رقابتی باشه. خب حالا ویدیوی دیگه هم خواهیم ساخت در مورد هزینه های این داستان و اینکه چجوری اتفاق میفته. نکته دیگه که داخل این ماشین ها هست و حالا موقع استراتژیش مهمه، این لاستیکی که اینجا میبینید، این هم لاستیکش زرده یعنی میدیوم. همونجا که میبینید این درسته که مدله، ولی در واقعیت هم این خود ماشین ها بجز ورژنی که برای بارون ساخته میشه چرخشون آج نداره، بدون آج همینجور صافه و در واقع چسبندگیش بر اثر دما ایجاد میشه. هر چقدر که دماش برسه به اون حدی که باید برسه مثل چسب به زمین میچسبه و بر اثر طبعا چسبن کندم میشه. یعنی مسابقه فرمول که نگاه میکنید از یه جایی به بعد شما میبینید که همینجور این ور اون ور در واقع تیکه هایی از این لاستیک ها افتاده. ما در کل 4 تا به سطح خیلی کلی میگم، حالا اونم دوباره خودش یه ویدیو کامل میخواد که توضیح بدید. کل این
ایده این ویدیو اینه که این مسئله خیلی کوچیک و در واقع کلی بگیم، بعدم میتونید برید در واقع عمیق بشید داخل مسئله بعدیش که حالا به مرور داخل کانال میذارید. ما به صورت خیلی ساده میشه گفت 4 مدل لاستیک داریم: لاستیک صاف، مدیوم، هارد که میشه صاف، لاستیک نرم، متوسط و سخت، و یه لاستیک هم داریم که برای بارونه، بهش میگم وت. لاستیکی که صافه سریعتر به اون دمایی که قراره برسه برای پرفورمنس میرسه، چسبندگی بیشتری داره، ولی چون چسبندگی بیشتری داره خب درسته بهشون پرفورمنس بهتری میده، هندلینگ بهتری دارید، خودتون بزنید بهتر چسبیده، ولی همون قدر بیشتر کنده میشه دیگه. و زودتر هم باید شما به داخل پیت و اون لاستیکو عوض بکنید. خب درگردیم به کلیت این داستان. خب من برخلاف چیزی که نوشته بودم یه ذره کلا جزئیات دوست دارم، فقط تو جزئیات برگردیم یه ذره عقب‌تر. چی مسابقات فرمول 1 و تمام مسابقات اتومبیل‌های دیگه متفاوت می‌کنه؟ گفتیم تکنولوژی پیچیده‌ای که داره و اینکه هر تیمی هر دفعه باید خودروشو با توجه به نوع مسابقه، مسیر مسابقه، دمای مسابقه و همه اینا عوض بکنه. یه فاکتور دیگه هم وجود داره که مخصوص فرمول 1ه، اونم اینه که هر تیمی با خودروی مخصوص خودش که خودش طراحی کرده وارد مسابقات میشه. خیلی از مسابقاتی که برگزار میشه اون خودرویی که مثل نزکار، حالا من مسابقه نزکار رفتم، یه ویدیو قرار ازش بذارم که توضیح بدم. حالا سخته بگیم نزکار مسابقه فرمول مسابقات اتومبیلی، چون از اصلا شبیه شو میمونه. یه تیکه ماشین پیت رو رد کرد، جدی ماشین پیت رو رد کرد، ویدیوشو دارم، دنده عقب داخل پیست، دنده عقب گرفت رفت داخل پیت. اصلا یک مسابقات خاص خودشه، یه چیز مفهوم آمریکایی از مسابقات اتومبیلانیه که شباهتی به هیچ چیز دیگه نداره. من سختم بهش بگم مسابقات اتومبیلانی، ولی حالا تو مسابقاتی مثل نزکار و اینا اون خودرویی که میاد مسابقه میده بیسش خودروی خیابونیه، مثلا خب تویوتا کرولای که میاد مسابقه میده، حالا آپگریدش کردن مطمئنا خیلی تغییر کرده ولی بیس همونه. یه سری مسابقات دیگه هم هستن مثل ایندی 500 که نزدیکترین چیزی که آمریکایی به مسابقات فرمول 1 دارن اینه که همه تیم ها یه شاسی و یه موتور یه خودرو دارن. خب درسته تغییرات جزئی توش میدن ولی اصل خودرو یکیه، خودروها متفاوت هست. فرمول 1 از این نظر خیلی خاصه چون که هر ماشین با ماشین بعدیش فرق میکنه و هر تیمی هر سال یه ماشین دیولوب میکنه از 0 تا 100 و میذاریش داخل آشغالی. متوجه حجم هزینه‌ای که میشه دارید دیگه، هر روز داره این ماشین آپدیت میشه بین هر مسابقه، آخر سر میره داخل آشغالی، سال بعد روز از نو روزی از نو. یه سری از چیزا رو از ماشین قبلی مطمئناً آریت میگیرم ولی عملا بیس ماشین دوباره از اول تعریف میشه. تمام اتفاقی که میفته، حالا شاید بگید که چرا اینا قبل هم شبیه هن؟ آره به هم شبیه هن، هم با شماست. اینه که FIA که در واقع اون روحیه که مسابقه برگزار میکنه مثل فیفا، میاد یه کلیتی میده، میگه آقا جان ابعاد ماشین شما اینقدر باشه، یه همچین ساختاری باید داشته باشه. مثلا الان شما داخل این مدل هالو نمیبینید، هالو یه چیزی که داخل ماشین های جدید هست، یه چیزی میاد اینجا روی سر راننده و یه تقریبا محافظت میکنه از سر راننده که تصادف میشه، مثل جو که ویدوشو میذارم تصادف کرد ماشین برگشت راننده زنده میاد بیرون. تو این ماشین ها راننده احتمالا زنده بیرون نمیاد چون گردنش میشکست. مثلا اونو استانداردش رو FIA مشخص میکنه، خودش هم خیلی جدی سخت میگیره که این تیما رعایت بکنن و یه سری ممنوعیت ها مثلا میذاره که مثلا چه میدونم شما نمیتونید فلان کارو بکنید، فلان کار نمیتونید بکنید. خب مثلا سالها قبل ما یه خودروی داشتیم که 6 تا چرخ داشت، خب 3 ویلرز بهش میگفتن، خیلی موفق بود، ولی قوانین عوض شد و دیگه نمیتونن همچین کاری بکنن. خب بعضی موقع تیما داخل قوانین یه چیزی پیدا میکنن، یه کاری میکنن، حالا دیگه با FIA که بعدا ممنوعش بکنه یا نه.
خیلی مثلا تری ویلر یکی از نمونه هایی که خیلی موفق بود، یک کار خیلی خارق العاده کردن ولی بعدا ممنوع شد اینا. این همه در مورد این ماشین صحبت کردیم، حالا بیایم در مورد این راننده هاش صحبت کنیم. چرا اصلا ما به راننده ها میگیم که اینا ورزشکارن؟ واقعیت اینه که فشاری که روی اینا وارد میشه، دوباره میگم شاید توی هیچ ورزش دیگه ای وارد نشه. یه جا همیلتون صحبت میکنه میگه من توی مسابقه عادی تا 4 کیلو وزن کم میکنم. میتونید تصور بکنید که 4 کیلو اون وزن کم میکنه توی مسابقه عادی. توی مسابقه قطر که اصلا شما راننده‌ای مثل سارجنت اصلا از فشار و دما و در واقع دیهایدریت کردن بدنش که آب نداشت، معلومه مسابقه رو اصلا ناقص بذاره بیاد بیرون. ببین چه فشاری اونجا وارد میشه. یه مسئله دیگه هم فشار جیه که به افراد وارد میشه. فشار جی فشاریه که چجوری بگم، مثلا گاز میدید یا یهو ترمز میکنید، چون فشاری که بدنتون وارد میشه اون رو با جی میسنجن که در واقع مقایسه میکنن که جسم که از هوا میفته پایین، اون اف مساوی با ام جی، اون جی مال اونه چند برابره یک فشار عادی به بدن شما فشار وارد میشه. بین 80 تا 50 جی به بدن راننده فشار وارد میشه. این وحشتناکه. این 50 برابر فشاری که در حد عادی بهش بدن شما وارد میشه از طرف جاذبه زمین، شما به بدنتون فشار وارد میشه به تصادف و راننده میبینید که تصادف میکنه. یه ذره خب به حال سرش گیج میره، یه ذره مشکل تکلم داره، ولی 30 ثانیه 40 ثانیه بعدش هم ماشین سالم میاد بیرون، مشکل نداره. اگه توی یوتیوب بگردید ویدیوهای خیلی زیادی از تمرینایی که اینا میکنن، تمرینات استقامتی، تمرینایی که برای افزایش عکس العمل که مثلا توپو میندازن سری بتونن بگیرن، اینا همه اینا هست. میتونید دستتون بیاد که چقدر این آدما از نظر بدنی آماده ان. ولی چیزی که جالب اینجا بهش در واقع اشاره بکنیم اینه که شما تو هیچ ورزشی نمیبینید که گردن راننده ها اینقدر کلوف باشه. دلیلش هم همین فشار جیه که بدنشون وارد میشه، به خاطر اینکه بتونن آسیب گردن کاهش بدن، همین که راننده بتونه بهتر کمتر درد داشته باشه و بیشتر مثلا بتونه تمرکز بکنه و همه اینها. هم فشار اون کلا کاسکته که 2-3 ساعت بدنشه، کسی که موتور سوار کردن میدونن اصلا چیز سبک و دوست داشتنی حساب خود میکنه، مخصوصا که اینه اصلا چیز هم در گردنشون هم میبندن. همین که اون فشار ترمز و گازی که اینا میدن، اون فشار جی که باید میشه، این گردن تمام مدت تکون میخوره، این باید تمرین بکنه. اینا تمرین های خاص دارن فقط برای گردنش، فقط مخصوص گردنش، که برای من شخصا که تیزه بود که خیلی برام عجیب بود اولین باری که دیدم. خب حالا در مورد ماشین صحبت کردیم، در مورد راننده صحبت کردیم، بیاین در مورد پول صحبت کنیم. اولش گفتیم این خیلی ورزشی که توش پول زیاده و هزینه زیاده، این پول از کجا میاد، صرف چی میشه، چقدر سوداوریه. یه خانومی هست اون کلو که کارش اصلا همینه که توی مجله ووکس مینوشته، مجله ووکس مجله که من خیلی دوستش دارم، کار تحقیقات جالب میکنه. این خانم هم اونجا اومده بیرون و برای خودش کانال یوتیوب زده، جزء همون نردایی که گفتم با شلدن فرق داره، ایشون یکیشونه. خیلی هم طرفدار فوموانه، خیلی هم نردیه، خیلی هم تکنولوژی دوست داره، اصلا کلا کانال یوتیوبش در مورد تکنولوژیه. رفته بود مال 2021 رو در آورد، 2021 در آورد. چرا 2021؟ چون از 2022 بخشید 2022 در آورد، از 2023 تمام تیم ها سقف دارن، یعنی مثل فوتبال که گفتن دیگه حق ندارید بیشتر از یه حدی قرارداد ببندید، برای این هم یه حدی گذاشتن 140 میلیون دلار، گفتن بیشتر 140 میلیون حق ندارید کار دیولپ ماشین انجام بدید. ولی کلا یه ذره این قضیه اون گری ایریا، اون جای خاکستری که معلوم نیست قانون چیه زیاد داره دیگه. خب 140 میلیون دلار هزینه دیولپ ماشین نمی‌کنی، 140 میلیون اگه هزینه مثلا سافتوری که اون ماشین رو چیز میکنه بیشتر شد، اون چه جور حساب میکنه؟ مثلا هزینه که خرج مثلا سی ان سی میکنه، خرج مثلا سافتورت میکنه، خرج مثلا تونل بادت میکنه، اینا جز اون هست نیست؟ چه جوریه؟ یه ذره اینجا ها مخصوصا که شما مثلا یه تیمی دارید مثل مرسدس و فراری که اصلا
میدونی چیز دارن دیگه، کارخونه دارن. اون کارخونه یه سیو دیولوپ بکنه به اینا بده، چجوری حساب میشه با یه تیم مثل ویلیامز که اصلا به هیچ کس وابسته نیست. ولی در کل این سقفو گذاشتن که تیم‌های کوچیک‌تر بتونن یه ذره رقابت پذیر بشن، وگرنه اینا هی همینجوری خرج می‌کردن و این بندگان خدا نمی‌رسیدن بهشون. از اون طرف اسپانسر هم که می‌خواست بیاد، اسپانسر بزرگ فقط می‌تونستن بیان، چون امکان داشت یا 50 میلیون تا 500 میلیون مثلا خرج بذاره دستشون، نمی‌دونست چقدر بعد بذاره. یعنی الان می‌دونن آقا دیولپ ماشین 140 میلیون دلار هزینه شه، من چقدر میتونم اسپانسر بگیرم و چقدر میتونم هزینه بکنم. یه سه دیگه هم هست اینه که اون اسپانسرها همشون میرفت از تیمای بزرگ، الان تیم بزرگی به اون سقف که برسه دیگه نمیتونه بگیره، درچه اسپانسرها میرزن سرریز میکنن به تیمای کوچیکتر. این یه ذره کمک میکنه که احتمالا تو چند سال آینده تیما با هم یه ذره رقابت پذیرتر بشن، به هم نزدیکتر بشن. خلاصه همه اینا رو گفتم که بگم این خانم رفت و در واقع بیلان مالی تیما رو توی 2022 در آورد. خب من این از ویدیو ایشون هم استفاده میکنم. نکته اینه که تیمای فرمول 1 خیلی هم دوست ندارن در مورد موضوع صحبت میکنن، ولی یکی دو تاشون چون که تیمایی هن که توی کشورهایی هن که باید اعلام بکنن به خاطر مالیات، یا این که مثلا سهامی آمد خب باید به این سهام داره یه ریپورتی بدن، یا این خانم رفت در آوردش. حالا حدس بزنید که درآمد تیم ها از یک مسابقاتی که انقدر هزینه بره چقدر بوده؟ یه حدسی بزنید تا برگردید. Max Verstappen wins 19 Grand Prix in a single season. Let's go, guys. He is champion of the world for the third time. خب تقریبا هیچی در نمیاد. خب یعنی این خانم رفته در آورده، میبینه که مثلا هر تیم تقریبا بین 95 میلیون تا 425 میلیون دلار خرج کرده تو یک سال. تیمی مثل ردبول 230 میلیون دلار هزینه کرده، ولی در قبالش فقط 1.2 میلیون پوند که معادل 1.5 میلیون دلار سود دهی داشته. ببینید رقم نمیخونه، یعنی شما 230 میلیون یورو خرج میکنی که 230 میلیون پوند خرج میکنی، حالا در مورد پوند صحبت کنیم مهم نیست که قیاس بکنیم، 230 میلیون پوند خرج میکنی که فقط 1.2 میلیون پوند درآمد داشته باشه. این کمتر از 1% سوده. ولی مسئله اینجاست که حالا بقیه تیم هم همینن دیگه، فراری همینه، مرسدس همینه، مثلا بیشتر درآمد داره یا کمتر، مثلا مثلا مرسدس بیشتر داره، مثلا فراری بیشتر درآمد، ولی خب میتونی بگی مثلا هاس یا مثلا ویلیامز احتمالاً اصلا منفیه. خود هاس که میگه که ما داریم در بهترین حالت صفری، مثلا حتی نهم و درآمد اون یکی میشه. خب حالا چرا اصلا این کارو میکنن؟ دلیلش بازاریابیه. خب یعنی داخل فراری، داخل اون بیلان سالانشون مشخصا میگه که دلیلی که ما داخل فرمول 1 هستیم به خاطر اینکه موفقیت اونجا باعث میشه که ما برندمون که حالا فروش ماشینه، فروش لباسه، فروش چیزای دیگه است به نام فراری، اونا افزایش پیدا کنه. موفقیت ما داخل اینجا باعث افزایش موفقیتمون اونجا میشه. حواستون باشه ردبول اصلا تولید کننده خودرو نیست، واسه هیچ ربطی به این فضا نداره، فقط یه برندی که میخواد بگه که من مال آدمای اکستریمم، مال آدمایی هم که کارهای عجیب غریب میکنن، میخوان مثلا دنیا رو عوض کنن، مرزها رو جابجا بکنن، بال بهشون میده. خب در این چه معیار موفقیت تیم ردبول تو دهن افتادن اسم ردبوله، نه موفقیت تیمش یا درآمدزایی تیمش، اون یه جای دیگه داره در میاره. فرمول 1 یک در واقع ماشین بزرگ بازاریابی، و یه مسئله دیگه هم که هست اینه که ما به عنوان انسان خیلی گونه عجیبی هستیم.
ما تنها گونه ای هستیم که برای سرگرمیمون یه کاری میکنیم. من حداقل دارم حضور ذهنم هم هیچ گونه حیوانی دیگه وجود نداره که کاری بکنه برای سرگرمی، همیشه بقاه. انسان از کلوزیوم روم که گلادیاتور ها اونجاشم با هم جنگیدن تا مثلا حتی بیاین داخل میدون نقش جهان ما که برای چوگان طراحی شده، همه اینها این بوده که ما به عنوان یک گونه به صورت عجیبی حاضرین پول خرج بکنیم که خودمونو سرگرم کنیم. خب و این سرگرم کردن حالا جنبه های سیاسی داره، اجتماعی داره، اقتصادی داره، ولی از همه مهمتر اینه که یک جوری برای ما مهمه، چون از نظر جامعه شناسی ما رو به یک قشری انگار متصل میکنه. ما بخشی از یک گروه میشیم، ما بخش طرفدارای منچستر یونایتد میشیم، ما بخش طرفدارای نمیدونم تیم والیبال مثلا ایران میشیم. خب این داخل اون گروه بودن رو به ما در واقع اون حس رو ارضا میکنه و ما حاضرین براش همه کار بکنیم. به خاطر همینه که حاضرین براش پول خرج بکنیم و بیلیون ها دلار طرفدارهای فرمول یک پول خرج بکنن. و این باعث میشه که بعضی از شهرها برای این که میزبانی فرمول یک رو بگیرن سر و دست بشکنن. برای مثال وگاس امسال برای اولین بار مسابقات فرمول یک رو برگزار کرد داخل شهرش. یک بیلیون دلار خرج کرد که 3 روز مسابقه برگزار بشه و این دیوانه کننده است. یعنی 1 بیلیون دلار میزان فروش نفت ما هم فکر نمی کنم باشه در 3 روز. برای 3 روز 1 بیلیون دلار شما خرج کنید، خیلی خیلی رقم عجیب غریبی و معلوم هم نیست که اصلا برگرده. همونش خیلی صحبت که خواستم قرار این پول برگرده بر نمیگرده، مفید بود یا نه، ولی فقط همون حسی رو داشته باشه که یک سرمایه گذار، یه بیزنسمن حاضره بیاد یه همچین کاری بکنه، 8 ماه 9 ماه کانستراکشن بکنه، شهر رو کلن به هم بریزه که بتونه 3 روز مسابقه برگزار کنه با هزینه 1 بیلیون دلار. خب این کلیت فرمول یک بود. بیایم در مورد آیندهش صحبت کنیم. ببینید تو فرمول یک 20 تا خودرو که هر کدومش حدود 400 میلیون دلار قیمتشونه دارن با هم مسابقه میدن. توی هر مسابقه کلی آلودگی محیط زیست ایجاد میکنن برای اینکه از یه جا برن به یه جای دیگه، یک لوجستیک عجیب غریبی دارن که اون خودش یه ویدیو جدا میخواد که اصلا توضیح بدیم لوجستیک فرمول یک چه چیز عجیب غریبیه. اون خودش کلی آلودگی محیط زیست داره، کلی مشکلات داره. این آینده فرمول یک کجاست؟ این سوال خوبیه. یه ذره آینده فرمول یک با آینده خودرو اصلا ربط داره. خب واقعیت اینه که رابطه فرمول یک با خودروهای شهری یه رابطه دو طرف است، برعکس چیزی که خیلی ها فکر میکنن که یه تکنولوژی داخل فرمول یک طراحی میشه، توسعه پیدا میکنه، بعد میاد داخل فرمول ماشینای شهری. لزوما اینجوری نیست و تقریبا میشه گفت هیچ وقت اینجوری نبود. مثلا پاور شیفتر از خودروی شهری رفته به فرمول یک، اونجا خوب گسترش پیدا کرده، به یک سنجاق رسیده و برگشته به ماشینای شهری. یا مثلا همین بحث هایبریدی که کردیم، خودروی هایبرید اولین بار خب پریوس و خودروی چیز بودن. حتی بمونه که اصلا خودروی برقی اینو شاید خیلی ندونن، یه مفهوم خیلی قدیمیه. خب برمیگرده به حتی به جنگ جهانی اول و دوم، اینا خودروهایی بودن که داخل شهرها بودن ولی از اول هم مشکل عکسشو میذارم پیدا میکنم میذارم توی موزه شیکاگو. من اتفاقا رفتم این مدل فورد رو دیدم، مشکل همون مشکلی که الان دارم، باتری شارژ کردنش، هزینهش، وزنش، همه اینو دردسر بود، درنچه رفت به نفع خودروهای درمیسوز. ولی خودروهای هایبرید که یه موتور برقی داره یه موتور بنزینی داره تو خود فرمول یک طراحی نشده، تو فرمول یک دیولپ نشده، ولی برگشت به فرمول یک و دوران هایبرید فرمول یک به وجود اومد که خب مرسدس اصلا اون دوران رو تمام مسابقاتش رو برد اون 8 سال. ولی دیگه همون برگردیم به مقایسه مثلا موتور 206 و موتور
فرمول یک میزان پرفورمنس یه خودروی درون سوز معمولی شهری، نمیدونم الان پشت سر من تا قبل تاریک بشه الان بعدش میبینید، این سال 20%، یعنی شما بنزین میسوزونید و 80%ش گرما هدر میره، 20%ش واسهتون نیروی محرکه میشه. این داخل فرمول یک به 40% میرسه، به این دو برابر. درسته این تکنولوژی ها یواش یواش دوباره برمیگردن به ماشین‌های شهری و باعث ارتفاعی ماشین‌های شهری میشه. میگم این رابطه دو طرف است، مخصوصا که الان فرمول یک داره سعی میکنه در 10 سال آینده اتفاقا روی این قضیه بیشتر فشار بیاره که تکنولوژی های دیولپ بشه، این خودروها بیشتر شبیه خودروهای شهری باشن، بیشتر تکنولوژی بیاد به سمت خودروهای شهری تا بتونه یه ذره ربط داشته باشه دیگه، بی ربط نباشه و هیچ یک بابلی خارج از دنیای واقعیت نباشه. حالا در مورد در واقع این که چقدر این قضیه فانکشناله صحبت کردیم که حالا مثلا تأثیر داره تو فرمول یک، تأثیر داره تو خودروهای شهری، تو امنیت، تو مثلا ارتقاء بحث محیط زیست خودروهای شهری، ولی یه چیز دیگه هم هست. خب حالا این همیشه برای شخص من اینجوری بوده که ما ایرانی ها مثلا اون فرهنگ که من بزرگ شدم همیشه یه سال کچی بغل همه چی بوده. خب مثلا تو میگفتی که مثلا فلانی رفته اورست رو فتح کرده و مثلا یه کچی میمه، مثلا میخواست میگفت این طرف رفته قطب جنوب مثلا همه خودشو کشته، مثلا چه اصلا موفق نشدن، یه گروهشون همشون مردن، یه گروهشون اصلا موفق شدن، به همشه کچی بود که مثلا برای چه سایی کار کردن. واقعیت اینه که یک سری جوامع و یک سری آدم ها هستن که این کچی رو ندارن و اون قابل احترامه، یعنی فقط زندگیشون رو صرف این میکنن که یک قدم میسوند جلو توی کاری بهترین باشن، یک کاری برای اولین بار انجام بدن. و شاید اصلا موقعی که اون کار رو میکنن به این فکر نکنن که نتیجه اون کار چه تأثیرات مثبتی در زندگی بشریت داره. خب مثلا کریستوف کلمب موقعی که رفت هندو پیدا بکنه، رفته بود که در واقع هندو پیدا بکنه که ادویه بیاره، ولی آمریکا رو کشف. خب میدید یعنی یک قدمی رو برداشت، یک کار جدیدی کرد و این قابل تقدیره. و همیشه هم اینا آدمایی هستند که مرزها رو جابجا میکنن و در آخر سر یک خیلی برای بشریت دارن. فرمول یک هم از این جدا نیست. فرمول یک هم به نظر من اولش یه سری آدم بودن که واقعا دیوونه بودن، سواره ماشین میشن که بیشتر شبیه تابوت مرگ متحرک بود، موشک زمینی که برای مرگ طراحی شده بود. ولی یواش یواش اون تکنولوژی ها پیشرفت کرد، اون آدم ها کارهایی کردن، خلاقیت هایی به خرج دادن که یواش یواش باعث شد که خودروهایی که ما داریم امن‌تر بشه، تکنولوژی که ما داریم پیشرفت تر بشه. در این چه من شخصا یاد گرفتم که خیلی دنبال کچیش نباشن، از این رقابت، از این مسابقه، از این دنیای نردی که فرمولی که لذت ببرم، ازش چیز یاد بگیرم. و امیدوارم که این ویدیو کمک کرده باشه و تغییر کرده باشه که شما رو که به در واقع کامیونیتی ایرانیای نرد که فرمول یک دوست دارن اضافه بشه بشین و یواش یواش با یاد گرفتن استراتژی، داستان‌های پشت قضیه، دراماها و تمام ریزکاری‌های فنی که وجود داره بتونید بیشتر و بیشتر از این مسابقات لذت ببرید. من بهتون قول میدم هر یک قدم که برید جلو یک دنیای جدیدی از استراتژی، از این که اصلا آدمایی که اونجا در اون لحظه در صدوم ثانیه چه فشاری دارن و چه تصمیمات رو بگن بعد بگیرن. همون لاستیک رو فقط شما در نظر بگیرید که طرف صدوم ثانیه وقت داره که به این فکر بکنه چه لاستیکی باید بذاره، کی باید بره، اول کدوم راننده بره، در چه شرایطی بره و همه اینا. یعنی هر یک قدمی که شما توی فرمول یک میرید جلو صدها در باز میشه که در مورد مسئله فنی یاد بگیرید، در مورد استراتژی یاد بگیرید و همه اینا باعث میشه که از اون مسابقه، از اون داستان بیشتر لذت ببرید. خب این ویدیو معرفی فرمول یک بود، امیدوارم که لذت برده باشید. توی کامنت ها نظراتتون رو بگید. من چند تا قول دادم داخل این ویدیو، اون ویدیوها یواش یواش ساخته میشه، ولی اگه چیز دیگه هست که حالا من اینجا نگفتم یا فکر میکنید لازمه که سریعتر در موردش ویدیو ساخته بشه بگید. مثل همیشه
لایک کردنتون، سابسکرایب کردنتون و معرفی کردن پادکست و کانال ویدیوی ما به بقیه میتونه به ما کمک بکنه توی تولید محتوا و بهتر شدن کارمون. مرسی از انتقادات و پیشنهادتون و مرسی که با ما هستید. شب روزتون.